در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود در آمریکا، آن دسته از متقاضیان پناهندگی که به صورت غیرقانونی وارد آمریکا می‌شوند، شانس زیادی برای دریافت پناهندگی ندارند. بر اساس آمار وزارت دادگستری آمریکا، سال پیش بیش از 120 هزار متقاضی پناهندگی که به طور غیرقانونی وارد آمریکا شدند، کمتر از 7 هزار نفر موفق به دریافت پناهندگی شدند. مایکل سولیوان، خبرنگار صدای آمریکا، با یکی از این پناهندگان مصاحبه‌ای داشته که با هم می‌بینیم. نمایی رایج که این روزها در مرز مشترک آمریکا و مکزیک بی‌وقفه ادامه دارد. صف طولانی و ازدحام پناهجویان در مقابل پست‌های مرزی که می‌خواهند قانوناً وارد آمریکا شوند و تقاضای پناهندگی کنند. همه می‌گویند شنیدند که اگر به طور قانونی وارد آمریکا شوند، شانس بیشتری دارند که درخواست پناهندگیشان قبول شود. بر اساس آمارهای دولتی در سال 2016 کمتر از نیمی از این افراد موفق به دریافت پناهندگی شدند. سرهیو اهل مکزیک از این خوش اقبال ها بوده که درخواستش پذیرفته شده. من سال 1992 اومدم آمریکا چون اونجا کار پیدا نمی شد. سرهیو سال پیش در چارچوب مقرراتی که اکنون از طرف دولت ترامپ اعمال می شود، وقتی به خاطر استفاده بیش از حد الکل دستگیر شد، نزدیک بود از آمریکا اخراج شود. او 9 ماه در زندان بود و میگوید اوایل ماموران زندان با او بدرفتاری و توهین میکردند. به من میگفتن تو زندانی هستی. میگفتم من زندانی نیستم. کار خلافی که نکردم. مرتکب جرمی هم نشدم. وکیل او از طرف یکی از خیریه های وابسته به کلیسای کاتولیک به نام اسپرانزا که به نفع پناهجویان کار و از حقوق آنها حمایت میکند، مجدداً برای او درخواست پناهندگی کرده. او میگوید موکلش از مشکل روحی و روانی رنج میبرد. تو زندان یکم از نظر درمانی بهشون رسیدگی میشده، اما معلومه که کافی نبوده، چون یک ماه قبل از اینکه آزاد بشه میخواست خودکشی کنه. این نشون میده که تو زندان به اندازه کافی بهشون رسیدگی نمیشد. قاضی پرونده سرهیو به این نتیجه رسید که اگر او به مکزیک برگردد از امکانات درمانی لازم برخوردار نخواهد شد. در نتیجه فوریه گذشته دوباره با اینکه روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی خیلی کند پیش می‌رود، اما به سرهیو نسبتاً زودتر پناهندگی دادند. او اکنون در کمپ پناهندگان در انتظار دریافت ویزا به سر می‌برد.